یا سلام، سامار جان، خواستی خوب هستی؟ من چنل تو رو از بگم 6 ماه پیش سابسکرایب کرده بودم. من هم یه جورای خجالتی هستم، ببخشید. اشکال نداره، یه ذره میکروفون رو میتونی بیاری نزدیکتر؟ من میکروفون ندارم، یه خورده ببخشید که سلام یه خورده مشکل داره. باشه، اشکال نداره، میشنوم. در مورد این قضیه سخت جنین، منم مثل تو تفکر اخلاقی روی سخت جنین ندارم. این راستش چطوری بگم، تفکر هم بیشتر بر اساس منفعت کل جامعه است. یعنی مثلا فرض کن مثلا جامعه کشورهای پیشرفته مثل مثلا آمریکا یا اروپا که کثافت جمعیتی پیری دارن، به نظر من سخت جنین اگه داخلشون اما بند بشه بهتره. چون که نمیم شما از من غلط باشه، ولی چطور بگم، داخل کشور اروپایی که به حال جمعیتشون پیر هست، اگه مثلا جنین بند بشه، باز هم حداقل یه قدم اولی بیشون مثلا برای تغییر کردن جمعیت که بیشتر به زاد اول توجه بکنن، که بتونن جمعیتشون جوون نگه دارن. چون برای گردوندن یک کشور به جمعیت جوان نیاز داره. مگه مثلا جامعه از مثلا اندازه پیرتر بشه، دیگه مثلا اقتصاد کشور هم دچار مشکل میشه. مثلا ادعایی که برای ژاپن داره میفته، بذار من ببینم منظورتو میفهمم. یا جان، تو نگران این هستی برای جامعه؟ تو میگی اگه سخت جنین قانونی بشه، ممکنه برای یک جامعه که یک مثلا جمعیت جوان احتیاج داره به ضرر جامعه بشه، برای همین این از این لحاظ ممکنه. یعنی تا حدودی چطور بگم، برای سخت جنین قانونی هست داخل این کشورها، لازم عدد اگه برشون داریم هم زیاد تاثیر به زاد ولد نمیذاره. باید خود تفکر از خود تفکر اصلی جامعه رو تغییر بده. مثلا نمیتونیم مثلا به مردم اروپا یا مثلا به کشورهای آمریکا یا ژاپن بگیم که مثلا باید بچه دار بشید، باید مثلا این شکل زندگی رو تغییر کنیم، به سراغ بچه دار شدن. نه، اینطوری نیست. باید آروم آروم به اونها به این تفکر رو بیاریم که اگه اتای انازی مثلا زاد ولد نکنید، جمعیتتون پیر میشه، ساخت اقتصادیتون از هم نمیگم میپاشه، ولی خب فروریزش میکنه. درست اتفاقی برای جوان افتاد. کاملا حرف درسته. باید اگه یک جامعه مثلا کشور اروپایی، یا الان ژاپن خیلی با این مشکل داره مثلا، یا دانمارک مثلا خیلی مشکل داره، اگه میخوان جمعیت جوانشون بره بالا، نمیشه به زور بگین که باید بچه دارشین یا که نمیتونین سخت جنین کنین. باید یه جوری به جامعهشون این انگیزه رو بدن که بچه دارشن. یعنی با روش با انگیزه دادنه، نه به زور. ولی یه چیزی هم، یه روش دیگه هم که من امیدوارم اینو الان خیلی دیدم که مثلا تو کشورهای دیگه که مشکل اینو دارن که جمعیت جوانشون داره میاد پایین و پایین، این یعنی این واقعا خطرناک شده برای این کشورها. مثلا ژاپن خیلی این وضعیت داره افتضاح میشه، بعضی از کشورهای اروپایی هم همین افتضاح داره میشه. ولی راه حلش به نظر من همون مهاجرته. خب دلیل این که خیلی این کشورها دارن سعی میکنن که انگیزه بچه دار شدن رو ببرن بالا توی جمعیتشون، اینه که راحت ترین راه رو استفاده نمی کنن، برای اینکه راحت ترین راه خیلی حساسیت دارن بهشون. یعنی مثلا این محافظه کارای این کشورها یا راستگراهاشون یا نژاد ستیزاشون، ممکنه اگه مهاجر زیاد بری تو کشور، ممکنه دیگه توی انتخابات بعدی بهت رأی ندن. ولی من امیدوارم این حساسیت رو بذارن کنار، برای اینکه استفاده از مهاجر، یعنی در رو باز بکنین که مهاجر راحت‌تر بیاد تو کشورت. مثلا ژاپن این مشکل رو داره. ژاپن خیلی رفتن به ژاپن و مثلا پرمننت رزیدنت شدن، میشه چی میشه پرمننت رزیدنت، خیلی برای ژاپن سخته. یعنی اینکه بتونی یه ویزای بگیری که بمون. آره، و این یه چیزیه که باید عوض بشه، یعنی مهاجر دوست بشن این کشورها. آم بستگی هم داره. نگوان الان مثلا مهاجر از چه کشوری بپذیرن؟ مثلا نگوان خیلی از آمار مهاجرایی که میاد کشورایی که مثلا آمار جوان تر، مثلا کشوری مثل کشورای اسلامی داره، بیدن کشورای اسلامی جمعیت جوان تری دارن. و اروپا هم به خاطر این مسائل اسلام هستش که با اسلام داره روز بیشتر مشکل پیدا میکنه.
خب به نظر من از تازه حتی همون جمعیت زادآوری کشورهای اسلامی داره پایین تر میاد، در حد درصد جمعیت کشورهای اسلامی هم داره پایین تر میاد. هم اروپا و آمریکا نمیتونه همیشه روی مهاجرت بیان روی اون تکیه بکنن، بیان که ما نیروی کارمون رو برای مهاجر، چون کشورهای از همون کشورهای اسلامی نه، کشورهای جهان سومی هم در نظر بگیم همیشه جوون بشورشون باقی نمیمونه، همیشه هم اونا فقیر باقی نمیمونه. آره ببین داره کمتر میشه ولی به شدت زیادتر از اون چیزی هست که لازم دارن، یعنی به اندازه کافی هست الان اگه اینا حساسیتشون رو بیارن پایین، میدونی نظرم شه؟ یعنی خیلی زیاد هست. متوجه هم، فقط قضیه نیست که ما بگیم راه حل دقیقی داشته باشیم برای مسئله، چون که نها کن اروپا یا غربی هم میدونن که جمعیتشون داره پیر میشه، از طرفی هم میترسن که مثلا اگه مثلا این جمعیت مثلا کشورهای با جمعیت مثلا کشورهای اسلامی بیاد داخلشون، مثلا با جمعیت محلی حاضر نباشن، مثلا اتفاقی که بخاطر همین من اتفاقات مثلا مهاجرت جمعیت سوری ها و بقیه کشورهای اسلامی میافتاد داخل اروپا، چون که برای داخل مثلا اون جامعه کشور که یه مهاجری که میره یه کشوری مهاجرت میکنه مدل قابل توجهی طول میکشه که با اون جامعه چیز بیاد بتونه باش بتونه جور بشه و از خیلی هم تو جور نمیشه، حتی مثلا خیلی حتی پافشاری میکنن مهاجرا. آره ولی خب ولی اینا راه حل داره یا جان، اینا راه حل یعنی اینکه کیو بیاری و سگریگیشن جدای مهاجران از بقیه جمعیت کم کنی، قابلیت تحصیلاتی بذاری برای این مهاجرا که بتونن وارد سیستمایی بشن که کشور داره راحت تر بشه، این راه حل داره. از راه حلش سخته ها ولی ممکنه از بقیه راه حل به نظر من بهتره. من یه سری سریع چیزی بگم قاسم، من فکر کنم برداشت اشتباه بود، من دقیقاً برعکس اینو گفتم. قاسم میگه جدی اقامت ژاپن رو گرفتن راحته؟ نه قاسم، من اتفاقا داشتم میگفتم ژاپن مشکلش اینه که برعکسش رو گفتم، گفتم به شدت سخته، برای همین هم الان ژاپن دارن فکر میکنن که سیاستاشون رو عوض بکنن، به خاطر اینکه جمعیت جوانشون به شدت داره میفته پایین، مردم بچه دار نمیشن، دارن سعی میکنن یه روشای پیدا کنن که مردم رو انگیزه بدن که بچه دار بشن ولی کار نمیکنه و انقدر الان به جمعیت جوان احتیاج دارن، با اینکه ژاپن مردم ژاپن به شدت حساسیت دارن به اینکه بذاری مهاجر بیاد تو، ولی انقدر لازم دارن که دارن فکر میکنن که شاید مجبور بشن قوانینش رو عوض بکنن که یه ذره مهاجر پذیرتر بشن. خب مثلا اینو خواستم آرمین راست با هیچ نقطه‌ای هم در نظر بگیری که این نقطه‌ای هم در نظر بگیری که بس به جمعیت محلی اون جامعه کشوری که در بهش مهاجرت میکنن داره. آیا منظورم اینه که سیاست مدار رایی که مثلا باید شما میگی راستگرا که مثلا بهشون میگن که مثلا ما داریم جمعیتشون مثلا مهاجرا دارم مثلا ما داریم شنگیم که بیشه به سمت اقلیت میریم، آیا جمعیت که ساکن اون کشور هاست آیا اصلا به این موضوع اهمیت هم میده؟ یعنی نباید بدن. ببین مثلا کسایی که مثلا سفید پوستای کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی که میگن که ما مثلا اگه مهاجر انقدر بپذیریم نژاد سفید پوست اصلا منقرض میشه، خب بشه مگه میدونیم از که کسی که کشته که نمیشه. یعنی اگه اولا اینا همشون توهمه، اینجوری هم نیست که اینا فکر میکنن، یعنی اینا میخوان بترسونن همه رو، راستگراها رو، که یه جوری احساس بکنن که باید از نژادشون دفاع بکنن. بعد من این که مثلا از نژاد دفاع کردن به نظر من خیلی چیز چرت و پرتیه، بالاخره نژاد میاد میره تو طول تاریخ نژادها عوض میشه. بله نه آقا نه کنه تو جوری مثلا داری یه طرفم فکر میکنی. نه آقا من به هر حال منظورم کشورهای اروپایی، من حالا آمریکای شمالی کار ندارم، کشورهای اروپایی الان دارم میگم، کشورهای اروپایی از هزاران سال پیش هویت اروپایی داشتن، ظاهر اروپایی داشتن، فرهنگ اروپایی داشتن، به هر حال مثلا هر چی هم در نظر بگیری حتی همین ساختارهای فرنگی الان اروپا، الان مثلا به خیلی اروپا در روز بیدین تر میشن بر اساس فرهنگ قبلیشونه، یعنی خیلی چیز داره فرهنگ قبلیشون برس بردن. مثلا آتیست مثلا هندی با آتیست اروپایی شیوه های رفتاری که ریتم رفتاریش فرق میکنه، ریتم فرهنگیش فرق میکنه.
منظورم این نیستم با در نظر گرفت. آره ولی ببین خب بعضی از کشورها شما نگاه کنیم مثلا مسلمانایی که میان توی کشور آمریکای شمالی احتمال این که مثلا بعد از نسل دوم اسلامو ول بکنن الان شده 25%. خب خیلی عدد بزرگیه به نظر من. خب آره من خود آره. اصلا من نکردم اصلا یه یکی از این مفتیای اسلامی هست که میگفته که آمار خارجان مسلمان‌های جوان در کشورهای غربی به 23 یا 24 درصد رسیده. آره ولی خب بعضی از کشورها مثلا من کشورهای آمریکای شمالی رو گفتم تو مثلا تو فرانسه اینجوری نیست. خب ما باید بیام نگاه کنیم که مثلا تو کشورهای آمریکای شمالی رو نمیدونم ولی مثلا به خاطر اینکه مثلا تو کشور فرانسه مثلا مسلمان‌ها از بقیه جامعه یه مقدار جداترن تا نسبت به کانادا. خب یعنی مثلا کانادا تونسته یه محیطی رو به وجود بیاره که مهاجرا احساس بکنن که قسمتی از جامعه هستن، همه‌شون یه مدرسه رو میرن، محله‌هاشون یکی. البته بعضی جاها اینجوری نیست ولی اکثر جاها اینجوریه. خب خیلی جاها اینجوریه، نمیدونم درصدش چقدره، ولی یعنی باید بیام ببینم که چه الان مثلا ماکرون هم مشکلش همینه دیگه. ماکرون احساس میکنه مثلا فرانسه داره دو دسته میشه. خب میخواد یه دسته یه فرهنگ دارن، یه دسته دیگه فرهنگ دیگه دارن، داره سعی میکنه یه سیاستایی رو به وجود بیاره که اینا با هم قاطی بشن که اینجوری مثلا دو فرهنگی نشه یه دسته فرانسه. خب یعنی ما باید ببینیم که مثلا کشور آمریکای شمالی چرا موفقیت اینو داشتن که ببین حتی نمیگم حالا لازم نیست که همه مثلا اسلامشون کسی اسلامو ول کنه، به نظر من خیلی خوبه، ولی حتی کسایی هم که مسلمان موندن از لحاظ فرهنگی خیلی نزدیک‌ترن به کسایی که تو کانادا آمریکا زندگی میکنن تا اینکه مثلا تو کسی که پاکستان زندگی میکنه. یعنی اصلا شما برید تو انگلستان مثلا تو لندن نگاه بکنین، خیلی از پاکستانیایی که مثلا اونجا میتونین پیدا بکنین اصلا خیلی شبیه هم به پاکستانیای افراطی تو خود پاکستان. خب مشکل لندن الان اینه، خیلیاشون اینجوریه، خیلیاشون به شدت دین دارن، ولی تو مثلا تو کانادا تو آمریکا خیلی از مسلمانایی که اونجا زندگی میکنن بیشتر شبیه بقیه تا کسایی که مثلا مسلمانای کشور خودشه. و باید ببینیم که اصلا چجوری شده که اونجا مثلا کانادا و آمریکا این جواب داده، مثلا انگلستان و فرانسه جواب کمتر داده. خب بیام سیاستای درستی رو استفاده بکنیم. یه دلیل بله حرف دادم نه، یکی از دلایل اینم که به نظر من ما باید اسلام ستیز باشیم ولی مسلمان ستیز نباشیم همینه. خب شما وقتی مسلمان ستیز هستین یا اصلا مهاجر ستیز باشین یا مسلمان ستیز باشین تو کشورهای جهان اولی، این باعث میشه که یک نفر اصلا احساس نکنه که جزی از جامعه است. یعنی انگیزه اینه که یک فرهنگ جدیدی رو قبول بکنه یا یک ارزش‌های جدید رو قبول بکنه رو کمتر میکنه. میدونی واسه چیه؟ یعنی ما تعداد مثلا فرض کنیم مسلمانایی که تو فرانسه هستن احساس میکنن که مثلا شهروند درجه دوم هستن، یعنی که مثلا اصلا فرانسه کشورشون نیست. خب یعنی قسمت، یعنی بیشتر خودشونو، یعنی هویت مسلمان بودنشون احساس میکنن که بالاتر از هویت مثلا فرانسوی بودنشونه. خب در صورتی که مسلمانی که مثلا آمریکایی باشه خودشو آمریکایی حساب میکنه، خب مسلمانی که کانادایی باشه خودشو کانادایی حساب میکنه. البته استثناء هم داریم برای همه اینا، ولی بیشتر امکان داره. برای کشوری مثل آمریکا، کانادا یا استرالیا خیلی راحت‌تر که مثلا مهاجر اونجا بشه چون که اهل اون کشور هستن، ولی مثلا داخل اروپا یه خورده فرق میکنه چون اصلا نکن اولا آمریکا و کانادا و استرالیا به کشورهای مهاجر به کشور مهاجر مربوطه، ولی اروپا با اینطوری نبوده، میشه بر اساس فرهنگ اروپایی بوده. یعنی مثلا این بهار اروپا مثلا این بخشی از همین بقول یه اصطلاح میگن یعنی جهان قدیمه، جهان همین مردمان میگه متعلق به جهان قدیم بودن. هر جور دوره اتفاقی که در طول تاریخ افتاده آمریکا و کانادا و استرالیا با عادت کشورهای آمریکای لاتین تبدیل به کشورهای به اصطلاح کشورهای مهاجران شدن، ولی اروپای همچین ویژگی‌هایی نداره. خب برای اینکه ببین فقط این ماورای این که شما یه فرهنگ برتر داشته باشین که برای جامعه کاربرد زیاد بهتری داره از مثلا این فرهنگ‌های کشور جهان سومی، چیزای دیگه هم لازمه. این که شما این قابلیت رو داشته باشین که فرهنگتون رو تبلیغ بکنین و
مثلا یه جوری کسایی که میرن تو کشورتون این فرهنگ برتر شما رو بپذیرن، یعنی بهشون تبلیغ بکنید، بهشون این قابلیت رو بدین که به راحت این فرهنگ برتر رو بپذیرن. اینا هم مهمه، فقط یعنی این فقط مهم اگه شما تو دنیای امروزی که الان همه دنیا برای با هم قاطی پاتی میشه، فقط فرهنگ بالاتر بهتر داشتن کافی نیست. شما برای اینکه بتونین این فرهنگ بهتر و این ارزش‌های بهتر رو ازش دفاع بکنید، باید دفاع کردن اینجوری نیست که مثلا مرزتون رو مثلا باز نکنید، به خاطر اینکه الان دیگه توی جهانی زندگی میکنیم که عقاید بدون مرز هم از همه جا داره میره جای دیگه. شما مرزتون هم همش دیوار فولادی بکشین، هیچ کلام رو ندیدین، عقاید از این دیوارا رد میشه. یعنی باید به جای اینکه فکر کنین مرزتون رو میتونین به طور شدیدی کنترل بکنین که فرهنگتون رو نجات بدین، بهترین راه اینه که شما برین به جای دفاع یعنی برتری فرهنگ خودتون رو به بقیه بقبولونید. این نظرم چیه؟ یعنی تبلیغاتی برید به جایی که دفاع بکنید برید حمله کنید. یعنی حمله منظورم حمله یا جنگی نیست، حمله منظورم از لحاظ تبلیغاتیه. این نظرم چیه؟ متوجهم، ولی خب همیشه در توتایی هم توی بیش نمیارم. مثلا هر کشوری مثلا ساختار خودشو داره. مثلا من به این تفکر رسیدم که نکن کشورهای مثلا آمریکا یا کانادا یا استرالیا اینو قبول دارم که مثلا مردم مثلا به صورت گسترده بونا مهاجرت بکنن، چون اصلا ادا آمریکای لاتین، چون اصلا در طول تاریخ همیشه به عنوان کشورهای مهاجر خیز اینا معروف بودن. ولی اروپا کلا چیز دیگه است. من مثلا اگه شورای اروپایی بگن که مثلا ما دیگه مثلا دی مهاجر نمیپذیریم، تا حدودی باشون درک میکنم، چون که اصلا لان اروپا که بیشتر این میخواد بیشتر به این که این ویژگی های فرهنگی خوش نگاه داره. ولی آمریکا یا کانادا یا استرالیا اگه مثلا بیاییم ما اصلا مهاجر بیشتر نیفذیر، من دیگه کلن بیشتر من فکر میکنم یه مقدار البته این تهدید این حمله فرهنگی به اروپا یه مقدار به جا هست، ولی من فکر میکنم یه مقدار مردم دارن مبالغه میکنن که چقدر تهدیده. میدونی ازم چیه؟ الان شما مثلا اینجاست که یه نکن ویژگی های اروپا رو مثلا شرق آسیا یا مثلا شبه قاره هند، خاورمیانه یا آفریقا هم داره. نگم ویژگی های مشابه رو اینا با هم دیگه دارن، یه قاره های منطقی از این با مردمانی که ظاهر شبیه با فرنگ های شبیه با هم دیگه دارن، دین مشابه با هم دیگه دارن، این ویژگی ها رو اینا رو با هم دارن. از همون اول از در هزاران سال اونجا بودن، ولی مثلا آمریکا مثلا بغیر از اون بومی هاشون که استعمارگرای اروپای دیگه جمعیتشون رو اونها کارشتن، یعنی که باشون قاطی شدن یه دارم همین جمعیت از دنیای قدیم به اون ارسال بکنیم، در اصلا کلا تبدیل شدن به یک کشوری برای مهاجرین به نوعی. من فکر میکنم که نه، من به نظرم من فکر کنم کشور اروپایی به نفعشونه که مهاجر پذیر باشن، و من فکر میکنم اگه درست این کار رو انجام بدن فرهنگشون تو خطر نمیافته، اتفاقا فرهنگ مهاجرین هست که یا عوض میشه یا فقط کسایی رو انتخاب، یعنی بیشتر کسایی رو آوردن که اصلا اون فرهنگ رو ترجیح میدادن. این مثالایی هم که داده میشه از مثلا درسته که بعضی جاها این فرهنگ به خطر افتاده یا این ارزش ها به خطر افتاده، ولی به طور کلی به نظر من سودش بسیار بیشتر از هزینش بوده، و اون پیشبینی‌هایی هم که میشد از این همه مهاجرانی که مثلا از سوریه اومدن اروپا، مردم فکر می‌کردن که اروپا داره گیر سقوط میکنه به خاطر این، و خیلی از اون پیشبینی‌ها اتفاق نیفتاد. البته من نمیگم هزینه نداشت، ولی به اون شدتی که خیلی‌ها پیشبینی می‌کردن نبود. یکی این، یکی دیگه همین آلمان هم همین اخیراً هم تازه اومده گفته که داره میگه که چقدر به شدت نیاز به مهاجر دارن، یعنی اصلا زنگ خطر رو دارن همه می‌زنن. اون نیازی رو که برای مهاجر هست آلمان مثلا خیلی، یعنی حتی بعد از این همه اتفاقی که افتاد مهاجرانی که الان از سوریه اومدن، الان آلمان اومده گفته که اینا حتی نه تنها زیادی نبود، حتی کافی هم نبود. ما به شدت یعنی انقدر جمعیت جوانمون کم داره میشه که از اون چیزی که تازه اومده به شدت بیشتر احتیاج داریم. یعنی یعنی من به نظرم خیلی ما حساسیت داریم به اسلام و این چیزا، برای همین مثال برای همین یه مقدار مثالایی رو که مثلا مسلمانات کشور اروپایی میان کارای رو انجام میدن که
به ضرر جامعه است و خیلی بده، اونا رو ما خیلی میبینیم، به شدت میبینیم، برای اینکه دنبالش هم هستیم، برای اینکه خب بالاخره اسلام ستیز هستیم و میخوایم خطر اسلام رو نشون بدیم. ولی چیزهایی رو که ممکنه ما نبینیم، خیلی از کسایی که اومدن فرهنگشون عوض شده، عقایدشون عوض شده، خیلی کسایی که اومدن از لحاظ اقتصادی به شدت به نفع کشور بودن. محاسبات اقتصادی رو اگه بیایم نگاه بکنیم که چقدر مثلا به نفع اون کشور بوده که جمعیت جوانش تونسته به وسیله مهاجر ببره بالا، اونا رو هایلایت کردن اونا یه مقدار سخت‌تره، به خاطر اینکه اینا عدد و نمودار و استادی و اینا داره. ولی مثلا یه موقع یه جای حمله بشه، یه مسلمان یه کار بدی بکنه مثلا توی یکی از این کشورهای اروپایی، از لحاظ اخباری بسیار این توجه بیشتری میگیره، برای اینکه هیجانی‌تره، اخبار بدم اتفاقا برای خیلی جذاب‌تره. من نمیگم اونا هزینه نیست، اونا به شدت فاجعه هست، ولی به نظر من اونا رو نمیتونیم به طور یعنی فقط رو اونا تمرکز بکنیم، باید به طور کلی همه چی رو با هم در نظر بگیریم. یا یه صدا دیگه نمیاد، من میرم سراغ آشن. من دو نفر اومدم بالا بعد دیگه رفتم، نمیدونم چی شد. آریا میگه مگه فرهنگشون بد بود که عوض شده باشه؟ نمیدونم فرهنگ کیا میگی، فرهنگ مهاجرین میگی؟ بله فرهنگ مهاجرین از فرهنگ کسایی که اکثر مهاجرین فرهنگشون از کشور اروپایی به شدت بدتره.